سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما یه مدل ریاضی رو اومدیم از طریق روش جدولی توی اکسل حل کردیم و دیدیم که محاسبات ساده تر شد اما مشکلی که وجود داشت این بود که ما هر دفعه باید جدول رو میساختیم و میرفتیم پایین در واقع کاری خودکارسازیش خیلی کم بود فقط محاسبات رو مثل یک ماشین حساب با ما ساده تر کرده بود خب الان توی این قسمت ما میخوایم با روشی که آشنا بشیم توی اکسل که از طریق فرمول نویسی بیایم چیکار کنیم بیایم روش سیمپلکس و از طریق فرمول اجرا بکنیم و دیگه تکرارها به صورت خودکار انجام بشه خب همونطور که میدونین الگوریتم تکراری یعنی اینکه من یک سری گام ها رو به صورت تکرار پشت سرم انجام بدم هی تا اینکه به یک جواب بهینه برسم خب اکسل یه چنین تکرارهایی رو انجام میده اما به صورت محدوده حالا اینجا نگاه میکنیم توی این قسمت ما بیشتر میخوایم فرمول بنویسیم و از طریق فرمول هایی که اکسل داره این کار رو انجام بدیم که اینجا داریم نمونه نهایی رو نگاه میکنیم این مسئله صورت مسئله ما هستش که من اینجا میام یک بار دیگه میذارمش که بتونیم با هم دیگه اجراش کنیم خب اولین کاری که میکنیم اینه که میایم یک چیزی شبیه همون جدول سیمپلکس رو اینجا تشکیل میدیم ولی این شبیهش لزوما نباید خودش باشه ولی چون چیز هستش خیلی شباهت داره من بسید این که زیاد اشتباه نگیم اصلا همون جدول سیمپلکس رو اینجا گذاشتم خب میایم x بیا رو قرار میدیم که توی اول گفتیم اسلک ها هستن من سه تا اسلک واسه این مسئله نیاز دارم مسئله من ماکسیمم سازی حواستون باشه مسئله ماکسیمم سازی خب میام اول اسلک ها رو اینجا قرار میدم از سه تا متغیر داره از متغیر چهارم من اسلک میشه x4 x5 و x6 و در اینجا میام کل متغیرها رو قرار میدم از x1 شروع میکنم تا x6 میرم کاری که میتونم اینجا انجام بدم ساده تر باشه این رو بکشم تا x6 بعد اینجا آرش اس قرار میگرفتش همونطور که خاطرتون هست اینجا هم z قرار میگرفتش که میگفتیم این مساوی رو آوردیم این قسمت معادله میشد z منهای این بخش مساویه با صفر خب بعد از اینکه این کار انجام دادیم ضرایب رو قرار میدیم که واسه x1 منفی یک، دو، 1 هستش توی سیش برابر با دو چون بردیم اینور بر منفی شده منفی دو رو قرار میدیم تو اکسل لازم نبودیم منفی دو رو به این صورت چون نمیخواستیم خود جدول سیمپل اکس رو اینجا قرار بدیم اما به خاطر اینکه اشتباه نشه این نفر این کار رو میکنیم خب منفی دو ببخشید واسه x دو میشه یک یک منفی یک یک و منفی دو که اونور رفته شده مثبت دو خب بهتره بزنین الان دیگه توضیح دادم دیگه اشتباه نگیرین دیگه من جدول سیمپلکس اینجا تشکیل نمیده شبیه جدول سیمپلکس همون همون به سی رو قرار بدم اینجا نیازی نیست ببریم اون برای معادله خب x4 واسه ضرایب x میشه یک یک سه و سه x4 هم که از یک شروع میشه اینجا صفره تو بقیه حالت ها هم برابر با صفره یعنی اینجا بعد x5 اینجا صفر اینجا یک باید باشه بقیه صفره این صفر صفر اینجا یک بقیه صفره صفر این هم اینجا صفره خب یک یک آرش اس همون چیا هسته چهار دو و دوازده خب این جدول ما الان تشکیل شدهش و این خب گفتیم تو اولین تکراری که میخوایم انجام بدیم باید B رو ماتریس B رو شناسایی کنیم یعنی میتونیم اینجا اول x بیایم اینجا x B هم رو تشخیص بدیم که گفتیم برابر با x4 x5 و x6 هستش بعد x n هم رو تشخیص بدیم که برابر با x 1 x 2 و x 3 هستش خب اینا رو جدا میکنیم بعد گفتیم ماتریس B رو باید تشخیص بدیم که ماتریس B برابر با ذرای به پایه‌ای هستش که این قسمت این یک بعد باشه که این قسمت وقتی که B رو تشکیل دادیم میتونیم B وارون رو تشکیل بدیم چطوری تو اکسل B وارون رو ایجاد بکنم از طریق فرمولی که واسه این قضیه داره خب من اینجا می نویسم B inverse خب یه فرمولی هست تو اکسل به نام M inverse این وارون یک ماتریس رو به ما برمیگرده من باید این الان ماتریس من هستش باید این ماتریس رو انتخاب بکنم رنجمو این جمع و اینتر بزنم اما میدونیم که ماتریسمون باید سه در سه باشه یه فرمول هایی تو اکسل وجود داره به نام فرمول های آرایی ماتریس اینورس هم یک فرمول آراییه اول فرمولتون رو به این شیوه می نویسین رنج مخصوص رو انتخاب میکنین که باید سه در سه باشه برابر با همین رنج باید باشه وقتی که اینطوری انتخاب کن یعنی از این سلول بعد بگیرم سه تا بعدش سه تا هم پایینش خب بعد میایین اینجا کنترل شیفت اینتر رو میزنین وقتی یه کنترل شیف اینتر رو بزنید دو تا کروشه اینجا باز میشه که داره نشون میده این فرمول تو بقیه اعمال شده و داره اینورس رو واسه ما حساب میکنه یعنی معکوس این ماتریس واسه ما حساب کردش خب این هم بیه اینورس من هست خب بعد از اینکه ماتریس وارون رو حساب کردیم من میتونم W رو حساب کنم واسه اینکه W رو حساب کنم C B رو لازم دارم سی بی های من کدام هستن سی بی های من در واقع اینان درسته من یه ذره اینجا فاصله میدم چون نیاز داریم بعدا فرمول بنویسیم باسهش خب, خب میام سی بی ها رو تشکیل میدم سی بی من مساوی میشه با در واقع زرایب ایکس بی های من که ایکس بی های من توی زد پس من باید این ایکس بی ها رو پیدا کنم پس میام مچ میکنم دفعه اول میگم که پیدا کن ایکس چار رو که اولین ایکس بی من هست توی این اندیسایی که اینجا قرار دادم ببین چند میشه؟ میگه 4 رو میشه و حالا اینو ایندکس کن یعنی برگردون توی این رنج خب توی این رنج چندمین سطر یک دو سه چهار پنجمین سطر و چندمین ستون اون مچی که کردیم یعنی یک دو سه چهارمین ستون اینجا میشه پس دقیقا این صفر رو به من باید برگردونه خب ایندکس میکنیم و میاریم حالا واسه بقیه چطور من میتونم این رنج من که ثابته F4 میزنم که دالر بیاد پشش و ثابت باشه که میخوام فرمولم بیارم پایین تغییر نکنم A11 من باید بیاد پایین دونه دونه این رنج منم ثابته اینتر میکنم سه تا دونه میارم پایین و انتظار دارم فرمول به صورت خودکار آپدیت بشه یعنی الان یعنی ب... A اینجا A11 بود اینجا A12 که میشه X5 و اینجا هم A13 که میشه X6 که همه ذرایب هم صفره و درست داره و بقیه تغییر نکرده محدوده به من خب x رو شناسایی کردیم رو واسش میذارم XCN ها من بعدا لازم دارم که اینا هم همین الان از همین فرمول میتونم به دست بیارم فقط کافیه به جای a 11 یه دونه بیارم اینورتر بشه b 11 درسته و ناحیه من تغییر نکرده و اینا رو میارم که برای دو منفی دو و سه هستش و این هم به دست اومد خب سی بی و سی رو در حالا میتونم بردار دبلیو رو ایجاد بکنم بردار دبلیو از چه فرمولی به دست می اگه خاطرتون باشه مساوی بود با سی بی بی منفی یک یادتونه دبلیو بی مساوی بود با دبلیو w... ببخشید سی بی بی منفی یک برابر بود با بردار دبلیو که از این می اومدیم از آی جی هاش زد جی منه سی جی رو به دست می بردیم. پس الان این برابر با سی بی بی منفی یک هستش که من باید ضرب ماتریسی کنم خب بذارین من فرمول رو بنویسم چون توی ضرب خیلی اهمیت داره بیاین اینجا خب بی منفی یک رو که در آورده بودیم گفتیم که W مساوی با C B B منفی یک هستش خب بنابراین ضربش یه ماتریس یه بردار به این شیوه بود حالا هر چیزی در سه درسه این درسته خب ضرب ماتریسیش میشه به این شیوه این ضرب در این یعنی یک سطر ضرب در یک ستون و من باید همین کار رو اینجا انجام بدم در واقع این باید به صورت برداری نوشته میشد همین چیزی که اینجا هستش این ضبط در این میشه عنصر اول دبلیو درسته؟ خب چون من اینجا الان ستونی نوشتم در واقع این صفر ضبط یک میشه این صفر ضبط صفر میشه و این صفر هم داره صفر میشه و مجموعش رو قرار میدم که میتونم از یه فرمول به نام سام پروداکت استفاده کنم که عناصر رو دونه دونه هم ارزش رو تو این سطری که انتخاب کردم ضبط داره این سطر باید بکنم در واقع اینطوری باید نوشته می شود اما چون سام پروداکت اگر این رو ضرب کنم نمیفهمه نه الان مگه سام پروداکت رو استفاده کنم واسه اکس یکیش رو برداری در نظر بگیرم که اینجا باشه خب و این یکی رو ستونی انتخاب بکنم که اینطوری باشه به من ولیو ارور میده خب بس به خاطر همین نلو میتونم این سام پروداکت رو استفاده کنم خب این سی بی های من که تغییر نمیکنه پس F4 رو میذارم واسه هر بار که این ور میرم میخوام این یه دونه بیاد این ور تر درسته یعنی من اگر اینو سه بار برم این که تغییر نکرده این رنج میشه این یکی و صفر درست هستش چون همش صفر اونجا و این هم رنجش درسته خب این هم از دبلیو های من حالا وقتی که دبلیو رو به دست آوردم نوبت چی بودش؟ نوبت زد جی من های سی جی بودش درسته؟ زد جی من های سی جی زد جی چی بود؟ جی های من برابر با یک دو و سه هستش یک دو و سه چرا سه؟ چون سه تا غیر پایه ای دارم یعنی همون x1, x2, x3 تو تکرارهای بعدی ممکنه x3, x2 و x5 باشه ولی در هر صورت در تمامی موارد سه تاست خب من به ازای اندیس یک دو و سهش باید این کار رو انجام بدم چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ فرمولش چی بود اگر یادتون باشه؟ فرمولش اینطوری بود که zj. منهای سی جی مساوی بود با دبلیو آی جی منهای سی جی خب آی جی چی بود؟ زرایب ماتریس غیر ای خب یعنی انهای من بودن که اگه من اینجا ان را تشکیل بدم ان رو بخوام تشکیل بدم برابر بود با زرایب محدودیت های متغیرهای غیر پایه‌ای که در حال حاضر اینا هستند. درسته؟ خب اینم ماتریس n این من. پس wj میشه این ضرب در این. درسته؟ این j یکمه، j2 هم هست، j3 هم هست. این ضرب در این منهای cj که cj یک دو و سه به این گفتیم که سام پروداکت الان توی این حالت به ما جواب نمیده چرا؟ چون این به صورت سطریه میخوام ضرب در یک ستون کنم این رو نمیفهمه مجبورم دستی وارد کنم یعنی چی؟ یعنی بگم این ضرب در این به اضافه این ضرب در این یکی به اضافه این صفر ضبط داره این یکی خب این میشه عنصر اول همین کار رو باید واسه عنصر بعدی یعنی این سه تا انجام بدم خب میتونم فرمول رو بکشم فقط باید دلاراش رو درست بذارم ذرایب W باید ثابت بمونه باسه هر کدوم از اینا یعنی H16 و I16 و J16 H16 F4 بعد آی 16 و جی 16 باید ثابت بمونن وقتی اینا ثابت باشن اینا رو وقتی فرمولمون بکشیم دیگه بعد درست در چک بکنیم بله اینا ثابت هم. این تغییر کرده ثابته و تغییر کرده دوستان اگر این فرمول های ساده رو متوجه نمیشیم و با اکسل مشکل دارین اول برین آموزش کاربردی اکسل رو تو وبسایت دیاکو ببینین یه مقدار یاد بگیرین چند تا ویدیوش رو ببینین حدوداً 4 5 تا ویدیوش رو یاد بگین قسمت فرمول نویسیش هم حتما ببینین و بعد بیاین این ویدیو رو نگاه کنین من فرض اینه که یه مقدار فرمول نویسی و یه مقدار اکسل بلد هستین درسته که ساده الان دارم میگم ولی خب ممکنه بعضیا واسه دفعه اول باشه که با اکسل دارن حتی کار میکنم به پیشنهاد میکنم اول اینا رو ببینین خب من زده جی سی جی ها رو درآوردم در واقع این ستون پایینیش میشه بزنید رنگ رو تغییر بدم واسه اینها خب حالا باید چی کار بکنم؟ باید ماکسیموم یا مینیموم اینا رو انتخاب کنم گفتیم تو مسئله ماکسیموم سازی من مینیمومه اگر مسئله ماکسیموم بود خب پرابلم ما ماکسیموم بود آنگاه مینیموم میگیریم منفی ترین های منفی ها در زد جی های سی جی رو اگر مثبت بود یعنی اگر همشون مثبت بود یا صفر بود در نتیجه پایانه درسته خب بیایم این کار رو انجام بدیم من وقتی که چیز میکنم میخوام این کار رو انجام بدم یه مقداری به دست میارم مینیموم ولیو که برابر با مینیموم اینها میشه این فرمولی که زده جی من های دارم و یه اشکالی داره چی اشکالش؟ اینکه من های سی یادم رفت بکنم من سی جی هارم بهش عد کنم من های سی جی سی اول منهای کلش تو پرانتز میذارم که اولویت ها هم رایت بشه هم بتونیم بهتر رو فرمولیم درک کنیم سی دو و منهای سی سه خب حالا میام مینیموم میگیرم مساوی مینیموم این مقادیر گفتیم که اگر این مینیموم ما یه عدد مثبت یا صفر در اومد باید ایف بذارم اگر این یه عددی بود که بزرگتر مساوی بود با صفر آنگاه بگو آقا فینال من هستش درسته؟ در غیر این صورت اون مقدار مینیموم رو به من برگردون یعنی اگر منفی بود مقدار مینیموم رو به من برگردون که میشه منفی 3 الان بزرگترینش هست کدوم ایندکس منه در واقع چندمین متغیر غیر پایه‌ای هستش که داره به من برمیگردونه میخوام این رو در بیارم دیگه مگر مچ کنم این مقدار رو توی اینجا مچ به صورت قطعی باشه اگزکت باشه سه رو به من برمیگرم یعنی سومین اینا هستش نیازی نبود پس اینا رو من از اول تعریف کنم چون کلا سه تا هست یا یک یا دو یا سه که برابر اون شده دیگه پس خودش داره ایندکس من رو راحت برمیگرم من اینجا یه فرمول مچ استفاده کرده بودم توی کجا بود مچ استفاده کرده بودم توی اینجا من زیروهاشو قطعی ندادم بخاطر این ممکنه اشتباه بسه من بعدا حساب بکنم حتما به صورت قطعی بزنین exact مچ باشه خب واسه اینا هم همینطور exact match باید باشه خب اینا رو اگه یادتون باشه exact پیدا نمیکنه بعد ممکنه مثلا بره یه چیز دیگه رو پیدا کنه میخواد شبیه در بیاره یه چیز متفاوت در بیاره خب ایندکس همو درآوردم کدوم وریبل هستش که الان باید انتخاب بشه واسه ورود اینترینگ وریبل من چی میشه متغیر ورودی من چی میشه میشه سومین متغیرهای غیر پای یک دو سه درسته یعنی اینها خب یعنی سومین ستون من تو اینجا سومین سطر من یک دو سومین سطر من چه کار باید بکنم ایندکس کنم برگردون توی این رنج کدوم رو کدوم سطر رو این سطر رو کدوم ستون رو ستونش تغییر نمی کنه؟ و من برمیاردونه x رو خب پس الان من متوجه شدم که کدوم متغیر من باید خارج بشه درسته خب اینم میگم که یه رنگی بساش انتخاب میکنم که بدونم متغیر این بخش متغیر ورودی من هستش رنگ اصلا ملایم آبی انتخاب میکنم که بدونم ورودی همه. خب حالا متغیر ورودی رو شناختیم باید متغیر خروجی رو بشناسیم متغیر خروجی رو چطور میشناختیم تست مینیمم میگرفتیم تست مینیمومی که میخواستیم بگیریم از چه طریق میگرفتیم میگفتیم بی بار تقسیم بر وای اون اندیس جی که انتخاب کرده بودن میشد کا دیگه یعنی اندیس متغیر ورودی ذرایب محدودیت ها دیگه درسته این ذرایب محدودیت ها برای اندیس متغیر ورودی به عبار من تقسیم بر اون شد خب بیایم این کار رو انجام بدیم در واقع من یک بردار دارم از, مت... از تعداد محدودیت هام برابر با تعداد محدودیت هام که اینجا هستش میخوام RHS همو تقسیم برای این بکنم فقط RHS نبه باشه باید بی بار باشه اینو یادمون باشه بی بار رو باید حساب بکنیم بی بار رو چطور میتونیم حساب کنیم اینجا اگه من بنویسم بی بار بی بار گفتیم که میشه بی منفی یک بذارین اینجا بنویسم بی بار برابر بود با B منفی یک در بی در B در درسته اینجا من می نویسم بی بار مساوی است با B منفی یک بی خب پس میایم چیکار چی کار میکنیم در واقع میشه مساوی با بی منفی که اینه ضرب ماتریسی این در این اینجا هم چون سام پروداکت نمیتونیم استفاده کنیم سطر ضرب یه ستون داره میشه این کار رو نمیتونیم انجام بدیم پس مساوی میشه با این مقدار ضرب زبدر این مقدار به اضافه این مقدار ضرب این مقدار به اضافه این ضرب داره این مقدار خب این میشه یکیش سطر اول چون ماتریس ما آی هستش اینورسش هم آی هستش خودش رو میده من باید اینورس رو ضرب میکردم و اینم درست ضرب کردم نه بی رو ضرب کردم بی منفی یک باید ضرب بشه داشتم اشتباه میکردم خب حالا میخوام اینو بکشم بیاد این و بی منفی یک من که باید اه... نه بذاری بیارم پایین بی منفی یک من که دونه دونه سطراش باید بیاد پایین پس من اینو میارم پایین این باید تغییر بکنه اما آرش باید ثابت باشه یعنی ستون اچی که انتخاب کردم برابر با h2 رو اف 4 واسش میزنم و h سه و اچ 4 و وقتی که این کار رو انجام بدم اینو سه تا بیارم پایین این میشه بیبار من خب بیبارمون هم در آوردیم حالا باید چی کار بکنیم حالا میخوام تست مینیموم رو انجام بدم تست مینیموم رو که بخوام انجام بدم به سه تا عدد لازم دارم یکی وای یک جی هستش خب یعنی بی من تقسیم بر وای یک جی بعد بی, بی بار البته دیگه چون اینجا یه زر تو اکسل بد میشه نوشتش b بار تقسیم بر وای ج و b بار تقسیم بر وای ج وای 3 ج خب اینم J نبود کا بود دیگه یعنی من انتخاب کرده بودم که کدوم یکی از اینها هستش کا من برابر با سه خب خب این رو اینجا نوشتیم حالا باید بنویسیم که مساوی هست با B اولین B تقسیم بر کدوم یکی ضریب محت... زریبه در واقع زریبه ایندکس سومین متغیر غیر پایی درسته زرایب سومین متغیر یعنی من تو ماتریس N هم سومیش درسته چیکار میتونم بکنم دوباره ایندکس کنم ایندکس کنم چی رو توی این رنج خب من چندمین سطرم هست که از این تغییر میکنه یک دو سه برابر با ایندکسی که به دست آورده بودم درسته کدامش رو میخوام همون یکمیش رو میخوام یعنی اولین سطر سومین ستون اشتباه گذاشته بودم اولین سطر سومین ستون درسته این مقدار رو به من برمیگردونه توی اینجا هم به همین شیوه ایندکس باید بکنم توی این رنج دومین سطر یعنی این سطر چندمین ستون ستونی که اینجا به دست آورده بودم ایندکس کردم سومین ستون خب و در آخر هم مساوی با ایندکس این رنج برابر با سومین سطر و ایندکسی که به دست آوردم مربوط به متغیر سوم که میشه منفی چار یک سه داره اشتباه با من برم گردن اصلا منفی چهار از کجا آورده منفی چهار از کجا آورده من دارم ایندکس میکنم آ درسته دیگه در واقع آ بیس یک رو یعنی A4 این چهار رو تقسیم برای یک دارم میکنم که همون چهاره تو اینجا من یادم رفت تقسیماش رو بذارم در واقع این میشه دومی تقسیم برای این مقدار و اینم میشه سومی تقسیم برای این مقدار خب اینم بی های من پس الان بعد تست مینیمم رو بگیرم واسه تست مینیمم دوباره من یه چنین جدولی رو لازم دارم تشکیل بدم این اینا رو رنگی کنم یعنی بردر واساش بذارم اینا هم رو تغییر بدم خب اولین کاری که باید بکنم اینه که من میخوام مینیموم بگیرم دوباره بین اینها درسته اما اگر مینیموم من این مقدار مینیموم که میخوام بگیرم خب فقط بین مقادیر مثبت باشه درسته یعنی اگر این منفی بود نباید بگیرم من قبل اینکه اینجا مینیموم بگیرم یه ایف باید بذارم واسه اینجا ایف <coughs> اگر این مقدار خب کوچیکتر یا مساویه نبخشید این نه اگر مقدار این قبلش نه ایندکس کردمش خب یعنی اینجایی که پیدا کرده بودم کوچیکتر مساوی صفر بود درسته یعنی ذریبش کوچیکتر مساوی صفر بود منفی بود آنگاه بزن نام یعنی نداره جواب در غیر این صورت اون تقسیمه رو به من برگردون درسته این کار رو باید واسه ناکای الان اینجا به مینیموم که گرفته بودن مینیموم اینا برابر بودش با چی؟ منفی خب بخاطر این نان رو این عدد الان نان شده ارور داده خب حالا باید فرمون رو آپدیت کنیم خب دوباره این کار رو انجام بده من اگر این کوچیک مساوی صفر بود بزن نام در غیر این صورت این مقدار رو به من برگردون که باید درستم هم برگردون همینطور واسه این فرمول این کار رو انجام میدم مینیموم میگیرم این مقدار رو کوچکتر مساوی صفر بود نام به من برگردون در غیر این صورت این مقدار رو به من بده. خب این از ولی ارور داد چرا یه جای فرمول رو اشتباه نوشتم ایندکس کلی کوچکتر مساوی صفر نان کن آ 23 تقسیم بر سومین اینها خب ببینیم چه اشتباهی داشتیم من اینجا ایندکس کردم چه عددی الش درسته خب نمیدونم چرا ارور داده میایم این fx رو باز میکنیم اینجا مقدار این والیو چرا ولی ارور داره میده اینجا آه. من مینیموم دارم میگیرم اینجا اصلا ایف نگذاشتم اشتباهی مینیموم گذاشته بودم بعد ایف استفاده میکنه فرمول اشتباه اصلا کل خب حالا درست شد خب حالا بریم این فرمول گفتیم مینیموم بگیر بین اینها اگر مینیموم بزرگتر مساوی صفر بود بزن چیز فینال. در صورتی که دیگه اینو اصلا نیازی نداریم چون مطمئنا اونها یا ناون هستن یا بزرگتر مساوی صفرن دیگه پس فقط مینیموم بگیر مینیموم اینها میشه دو 4 چون این یه تکس هسته جزو مینیموم در نظر نمیگیره و وقتی که جزو مینیموم در نظر نگیره بقیهش رو میگیره که میشه دو خب این یکی چیه مچ کن این دو رو توی اینجا که میشه دومین متغیر وقتی که مچ کردی کدوم x هست که باید خارج بشه ایندکس باید بکنی اینو خوب نشناختی توی سی b های من باشه توی x b های من x b مو باید برگردونه که x 5 خروجه اینم رنگش رو عوض میکنم مثلا یه رنگ نارنجی میذارم که مثلا بدونیم خروجی خب تا الان من ورودی و خروجیم رو تونستم تشخیص بدم یه مسئله ممکنه پیش بیادش اینجا وقتی که من دارم چیز میگیرم تستامو میگیرم اینجا گفتم اگر بزرگتر مساوی صفر باشه فینال برگردون به من یعنی اینجا امکان داره که یک کلمه تکس به, به نام فینال به من برگرده اون وقت اینجا ایندکس که میخواد بکنه بین اینا فینال رو باید پیدا بکنه فینال وجود نداره که ارور برمیگردونه درسته بذاری من اینو اینجوری وردارم خب به بنویسم فینال تحت این شرایط فینال برمیگردونه دیگه اون وقت اینا ولیو ارور به من میدن ان ای به من میده تحت این شرایط من نمیخوام ارور به من بده یه ایف ارور استفاده میکنم تابع ایف ارور میگه اگر این تابعی که داری استفاده میکنی ارور بود ویرگول آنگا چی به من برگردون فینال رو به من برگردون میدونم فینال شده درسته همین کار رو واسه این یکی میکنم یه ایف ارور میذارم اینجا اگر این ارور بود فینال رو به من برگردون درسته خب اینجا فینال رو به من برمیگردونه اینجا وقتی که فینال رو در آوردم اینجا هم ممکنه به ارور برگردن اینجا دو تا حالت داره یا اینکه همه موارد کوچیکتر از صفر بودن و همشون نان باید بشن که تو اینجا مینیمومش باید در نظر بگیریم حواس اون باشه یعنی اینکه این یکی در واقع فینالی وجود نداره که به من برگردونه درسته؟ بعد اون وقت چیکار بکنم؟ وقتی که داره J11 رو اینجا هم یه ایف error بذارم که اگر ارور داد دقیقا مثل همون بگه آقا این فینال بوده واسه من اینجا یه مشکلی داره که داره نان به هم آها این اولش میره کوچکتر مساوی صفر رو برمیگردونه به همین نان داره میگیره ولی بقیه چون بزرگتر از صفر هستن نه این اه. ایندکس میکنه نان چی ایندکس میکنه؟ چیزی داره اشتباه ایندکس میکنه این J11 من کدوم اینو داره ایندکس میکنه این اشتباه ایندکس داره میکنه J11 نیست این 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 رو قرار بود ایندکس کنه حالا درست شد فینال رو برگرد من اشتباه اینجا اگر الان اشتباه میزدیم بعدا پیدا کردنش هم خیلی سخت تره الان خوب شد که پیدا کردیم اینا رو خب if ارور اگر داد باید بزنه فینال درسته همینطور واسه این یکی خب این از اینجا تا اینجا رو اوکی این خب یه موردی پیش میاد یا همه اینا فینالن یا عدد داره یا اینکه ناونن ممکنه همه اینا منفی باشن منفی یا صفر باشن اون وقت نان شده اگر نان شده باشه چطور میشه ایف اگر خب همه اینها نان بود مثلا من یه ای میذارم به عنوان شرط ما همه اینها نان بود رو در نظر بگیرین باید چی در نظر بگیرین نان برگردونه این هم در غیر این صورت اگر این همشون خب فینال بودن درسته if دوباره if میگیرم اگر b همشون فینال بودن اون وقت اینا فینال برگردونه اگر نه نان بود نه فینال بود مینیمم رو رو به من برگردون مشکلی ندارم خب پرانتزاش رو میبندم فقط اینجا ای هم من چجوری میشه گفتم اگر همه اینها نان بودند یعنی از یک شرط اند باید استفاده کنم اند و اور که یادتون هستش که بزنین قبل اینکه من اول بنویسم چون ارور میگیره اکسل من اگر ننویسم بعد با تعریف کنم اگر اند استفاده میکنم این مساوی بود با نون درسته و اند یعنی و دیگه این هم مساوی بود با نون و این یکی هم مساوی بود با نون آنگاه نان رو برگرد یعنی هیچی وجود ندارد خب این اند این کار میکنه و دقیقا این و این و این یعنی هر سه تا برقرار بود هر سه تا نان بودن حتی یکیش هم عدد بود دیگه این برقرار نیست خب اون وقت نان رو برمیگردن در غیر این صورت بیا بی اگر هر سه تا اینا برابر با فینال بودن دوباره من از یه اند باید استفاده کنم در صورت که هر سه هم فینال بودن خب به جای این کافیه بنویسم فینال اگه هر سه تا اینا فینال بودن اون وقت چی رو برگردون بدون که فینال شده و به من فینال رو برگردون درسته و اینجا واسه من فینال رو برمیگردونم اینجا هم چون ایندکس کرده فینال رو داره واسه من چیز برمیگردونه یه ایف میذارم اگر این مساوی بود با فینال آنگاه فینال برگردون در غیر این صورت مچ رو برگردون نه من یه نان هم ممکنه داشته باشم یعنی جواب نداشته باشه واسه من درسته ممکنه مثلا جواب نداشته باشه اگر اینطوری بود یه دوباره در نظر بگیر اگر H29 من مساوی بود با نان آنگاه نان رو برگردون در غیر این صورت مچ کن اوکی در غیر این صورت یعنی که عدد وجود داره هنوز خب این هم پس فینال شد چون اینا فینال بودن دیگه خب حالا اینجا وقتی که من فینال داشته باشم یا اه... چی اسمش تو این وریه من وجود نداره دیگه یا ایندکسی نداره دیگه تکست که نمیتونه اینجا بره برگر من گفتم سطر i 29 یعنی این یعنی سطر فینالوم فینالو نداره و عدد باشه پس چه نان باشه چه ای فینال باشه ارور میده پس من اگر ارور گرفتم به من بنویس اند خب و اینجا اند رو به من بعد بر برگردونه اینجا هم میتونستیم به فینال اند بذاریم که قشنگ باشه یعنی ورودی نداره به فینال خب فقط بعد ببینم توی اینا من کدوم یکی اوکی دیگه یا فینال میگه اوکی خب پس این الان درست شد من فرمولم رو برمیگرم سر جاش بسه حالت فینال درست شده شد الان خب به این میذارم فرمول خودم خب حالا دوستان ما فهمیدیم که متغیر ورودیمون x3 هستش و متغیر خروجیمون x4 ه باید چی کار بکنیم؟ باید آپدیت بکنیم دیگه باید بریم توی تکرار بعدی تکرار بعدیمون در واقع جای متغیرهای اینجا رو میبینین جای متغیر x4 باید عوض بشه x4 و x5 و x6 متغیر x4 باید بیاد بیرون x3 وارد بشه دیگه خب بعد همین کار رو هم انجام بدیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم یه کارش روشش اینه که بیام اینجا بگم که آقا اینجا تغییر پیدا بکنم خب قبل اینکه این تغییر رو من اعمال بکنم اگر توجه کرده باشیم من فرمول هم داره از اینها استفاده میکنه یعنی همین این کجا بودش این از کدوم داره استفاده میکنه اینا عدد درسته این که داره از اون استفاده میکنه بخشی این بود این ایندکس هم داشتن از این استفاده میکنن خب درسته یعنی این ایندکس من ایکس ان من داره آره اینجا من دوتا تا فرمول دارم یکی x 3 و x 4 اینترینگ وریبل و اگزیتینگ وریبل اینم ای x دوستان توجه بکنین این فرمول من داره از این سلول استفاده میکنه از این رنج داره استفاده میکنه درسته من الان کاری که میخوام بکنم بگم که آقا از این به بعد این x4 رو با چیزی که اینجا قرار داره عوض کن خب اینی که میگم آقا این رو با این عوض کن این فرمول من خودش داره از این استفاده میکنه یعنی این از این استفاده میکنه این از این استفاده میکنه اینا از این استفاده میکنن و اینا هم از این دارن استفاده میکنن یه جور چرخه ایجاد میکنه الان اگر من این رو مساوی با این قرار بدم بذاریم یه چیزی رو چک بکنم ببینم ولی تیکشو رو نزدم یا زدم خب این تیک رو چون به صورت خودکار این تیک وجود نداره خب بعد هم باید چیز کنیم حالا ارور میگیرم ناکنین اینجا x4 بوده دیگه خب الان من میخوام بگم که این x4 من از این بعد مساویه با این x سه باشه درسته وقتی که اینتر بکنم به من ارور میگیره میگه نا کن اینی که داره میذاری اینجا داره از این استفاده میکنم از این استفاده میکنه این خودش داره از این استفاده میکنه اینم داره از این استفاده میکنه این از این استفاده میکنه اینم از این داره استفاده میکنه و اینم دوباره داره از این استفاده میکنه چرخه داری اینجا اکسل اجازه چرخه بهتون نمیده مگر اینکه اون تیکی اونجا دیده بودین رو بزنیم درسته قبل اینکه من وارد این چرخه بشم بیام بگم که اوکی اول بذار اینا رو عوض کنم خب بذاریم من یه استپ برگردم بگم که گه اینا نبودن ایکس پایه من خب بیام این رو تغییر بدم درسته بیام میگم که مساوی باشه اگر نه بزنین اینم تغییر ندم اصلا بیاین اینجا من یک دو سه تا اضافه کردم بزنین یکی دیگه سطر اضافه کنم نمیخوام اینا رو هم جدولم رو خراب کنم خب برفرض این ایکس پایه ای من توی همینجا هم عرض همینم هم هست که گذاشتم درسته بذاریم این ایکس انامم هم بذارم هم ارز همین که هستش چون میخوام ایکس اینام هم خب بیاین این رو تغییر بدیم این که به چیزی وابسته نیست همین الان کپی پیستش کردیم هیچ نمیاد ازش خب بیام بگم که اگر ایف این متغیر که ایکس پایه من هست ایف این برابر بود با این چرا؟ میام میگم که الان مگه این ایکس بی من نیست یک کدم از اینها متغیر خروجی ان اگر این برابر بود با این یعنی متغیر من خروجی دیگه اون وقت به جایی که چیزی که وجود داره بذار همین این در غیر این صورت همون ایکس 4 من رو برگردون درسته الان ایکس 4 برابر با ایکس 4 هستش بنابراین ایکس 3 رو برمیگردونه خب خب حالا این فرمول چه مشکلی میتونه داشته باشه ببینین من الان رفرنس دادم به خود این دیگه x4 من در واقع میخوام این تغییر بکنه وقتی که تغییر کرد نمیاد قبلیش رو در نظر بگیره قبلیش تو حافظش نمیمونه خب من بهترین کار اینه که از اول بیام تشخیص بدم کدوم یکی از این متغیرهایی که اینجا دارم پایین و کدوما غیر پایه ای یعنی به جای اینکه این کار رو انجام بدم این رو هضم می کنم میام اینجا یه دونه میذارم بیسیکس non بیسیکس ایندکس میدم بهشون خب اگر basics بود basic بود این رو به من برگردون درسته خب از کجا میتونم بفهمم که این پایه هست یا نیست چرا اینطوری شده x4 x3 x پنجه خب از کجا میتونم بفهمم یه متغیر پایه هست یا پایه ای نیستش که بخوام این رو اضافه کنم یا نکنم از بین اینها متغیری پایه هست که توی این ستون توی این قسمت قرار داشته باشه درسته اولین راه تشخیص من اینه و تو هر تکرار میخوام اینا رو تغییر بدم در واقع خب چطور میتونم بفهمم میام میگم که آقا اول از همه مچ کن یعنی پیدا کن این رو توی این بخش توی این رنج به صورت اگزکت آیا وجود دارد یا نه نه وجود ندارد میگوید یعنی غیر پایه وقتی که وجود ندارد ارور داده دیگه من اینو اگر بکشم تا اینجا به من میگه که کدوم وجود داره و چندمیشه میگه این وجود داره اولیشه این وجود داره دومیه و این وجود داره سومیه حالا به جای اینکه ارور به من بده میگم در صورتی که ارور بود میدونم که وجود ندارد پس بگو نان بیسیکه درسته و این رو بسه من اعمال بکنم حالا وقتی فهمیدم کدوم ها نابیسیک هستن و کدوم ها بیسیک هستن باید بیام بگم آقا اون میخوام ایندکسش رو در بیارم اینا هنه ایندکسش رو در بردم اولی دوم سومی حالا میخوام بیارم کدوم یکی اولی دومین دو سومین ایکس این من هستش نیازی اونچنانی هم ندارم ولی خب چرا دیگه xn هم میخوام آپدیت کنم دیگه هم هم باید آپدیت بشه خب بیا اول اصلا بگو من کلا سه تا غیر پایه‌ای که بیشتر نخواهم داشت چرا چون من سه تا محدودیت دارم و شش تا متغیر شش منهای سه میشه سه منهایه بشمور که تا الان چند تا نان بیسیک رو پیدا کردی خب مثلا تو این رنج اگر سه تاشو پیدا کردی این میشه اولی بوده چرا هم اول ننوشتم کانت ایف چرا از کانت ایف دارم اصلا استفاده میکنم کانت ایف یعنی که من توی این رنج بشمارم آنهایی که برابر هستند با یک شرطی به نام شرط نان بیسیک بعد از این استفاده کنم بعد نوشتم نان بیسیک میام میشمارم میگه سه تا بوده حالا اینکه سه تا بوده این چندمیش بوده این اولیش بوده یعنی سه منهای سه به اضافه یک چون سه منهای سه میشه صفر ولی اولیش بوده دیگه پس از سه تای اولیش بوده اینم کانت ایف هم من هست باید اینجوری حساب میکردم خب الان اینو من تونستم شناسایی کنم که این اولیشه حالا وقتی که میخوام بیام جلو خب اگه اینو بیام جلو این البته رنج هم نباید تغییر بکنم فعلا F4 تو همین رنج هایی بشمارم بیام جلو اینا همه یک میشن در صورتی که اینو نمیخوام میخوام بگم که اوکی یکیشو شناختی پس حذفش کن اگر نشناخته بودی تو اینا بوده سه دیگه پس این اولیش میشه پس بیا به جای اینکه همه رو دلار کنی این بی رو تغییر بده اولیشو اون وقت این رو بکشم اینطوری میشه یعنی چی؟ یعنی این الان میاد از اینجا تا اینجا میبینه اگر بیسیک بود شناسایی کن یه مشکلی داره مشکلش همین این هستش که الان فرض کنیم من اینجا بکنم اینم بیسیک نقش اینم بیسیک و این یکی رو بکنم اینو برم خب هم اینو سه داره نشون میده هم اینو سه داره نشون میده در صورتی که مثلا این یک شده خب غلط دیگه میخوام این یکی بیسیک باشه مثل این یکی که چاره بیسیک نشون بده برعکس اون پس میام اول نگاه میکنم میگم ایف اگر این دوست عزیز مخالف با نان بیسیک بود تو اینجا اون وقت بیا این اعمال رو انجام بده در غیر این صورت این بیسیک بوده کارش نداره چیزی ننویس درسته بهنویس بیسیک اون وقت اگر این کار رو بکنم اولین سه من رو برعکس اینجا میذاره چرا آه. اگر مخالف نان بیسیک بود من برعکس گفتم یعنی بیسیک هستش درسته اگر مخالف غیر پایی بود پس پایه دیگه من برعکس نتیجه گیری یعنی. کردم این اون وقت در غیر این صورت غیر پاییه و این رو شناسایی کن حالا میذارم الان متوجه شدیم اونایی که بیسیک هستن و زیرشون بیسیک میندازه و ایندکس های منو درست داره تعریف کنه من فرمولمو برمیگردم سر جاش الان تونستیم ایندکس های پایه‌ای و غیر پایه‌ای رو شناسایی کنیم خب این یه مورد مورد دوم حالا این رو که x4, x5, x6 من هست میتونم از اینها شناسایی کنم بگم چجوری شناساییش کن بیا مچ کن عدد یک رو میخوام بگم بیسیک اول رو پیدا کن دیگه توی اینجا به صورت اگزکت میگه اولیشه درسته حالا که مچگری اولا که من ناهیم رو ثابت میکنم چون میخوام فرمولام استفاده کنم تو بعدی خب حالا که مچگری ایندکس کن توی این رنج میخوام ایکس هم برگردونه دیگه توی این رنج به صورت ثابتم توی این رنج ثابتش هم میکنم کدوم سطر سطر یکم یا سطر صفرم سطر رو تغییر نده یک و سفر تو این حالت فرقی نداره یعنی یک تو همین سطر صفرم تو همین سطر چون فقط یه سطر رو داریم ستون چندم ستون ایندکسی که کردی یک بوده دو بوده سه بوده هر جا که پیدا کردی همونو رو من برگردون و ای یک رو به من برمیگرد یه امتحانی با هم بکنیم ببینیم اگر اینجا یک شد و اینجا بیسیک بود چطور میشه x5 رو به من داره درست برمیگردونه خب فرمولم رو برگردم خواستم یه امتحان بکنم فرمولم درست هست یا نیست خب این از رنج من تغییر کرد نه رنج هم رو ثابت کردم حالا با سه مقیه مواردم همین کار رو بکن فقط اینجا به یک دومین پایه ای رو واسه من انتخاب کن و واسه این سومین پایه ای رو انتخاب بکن رفرنس ارور میده به من دوباره بیا پایین اینجا برعکس دور انتخاب کن. دومین پایه ای رو انتخاب کن توی این سومین پایه ای رو انتخاب کن میبینیم x1 x2 و x3 رو داره واسه من پیدا میکنه برعکس چرا؟ چون توی نان بیسیک ها دارم میگردم توی بیسیک ها باید بگردم این رو تغییر میدم قبل اینکه تغییر بدم این فرمول نان بیسیک رو نوشته بودم حالا بذاریم توضیح رو بدم اشکال ندارم چون الان اینجا هم اشتباه در رو بودیم توضیح بدیم خب یعنی این الان فرمول های پایه رو برگردوندم متغیر های پایه ایم رو میخوام غیر پایه برگردونم یعنی میام چیکار میکنم تو اینجا دوباره از همین فرمول استفاده میکنم فقط نها کنین من رفتم اینجا مچ کردم یک دو سه رو خب این اشتباه رو نکنیم و تو نان بیسیک ها اینا رو مچ کنیم یعنی بیایم تو پایینی ها اینا رو مچ کنیم و برای متغیر پایه اول غیر پایه اول اون رو برگردونیم خب اینو میارم پایین دقیقا همون کار رو میکنم این میشه متغیر پایه دوم و این میشه متغیر پایه سوم خب پس من الان x و x n شناسایی کردم میمونه آپدیت کردن قبل از آپدیت کردن باید ابجکتیو ولیوم هم حساب کنم مساوی میشه با b منفی 1 در بی بخش c بی بی منفی 1 که b منفی 1 b همون b بار منه پس میشه سام پروداکت چون اینا از یه هر دو تا ستونه c بی در b منفی 1 سام پروداکت رو اینجا می‌نویسم میشه این و این خب صفر هم که درسته صفر رو به دست میاریم این رو هم سبز میکنم خب دوستان یادتونه که گفتیم اکسل اونجا قسمت فرمولا ایتریت ایتر میتونه بکنه اما قبلش باید بیاین تو قسمت فایل آپشنز فرمولا این تیکش رو انیبل کنین به صورت عادی این حذف شده الان منم حذف میکنم که ببینیم چه اتفاقی میفته سیرکولیشن ارور به من میده میگه ماتریس تو مشکل داره این محاسبات تو مشکل داره یا یتونه چرخه ایجاد کرده بودن چرخه وجود داره میگم اوکی حالا با چرخه کاری ندارم من میخوام اینها آپدیت بشه هر دفعه تو هر تکرار که این تغییر میکنه داره تغییر میکنه اینها آپدیت بشن که این بیسیک و نان بیسیک ها بتونن آپدیت بشن و دوباره این جدول خودش تغییر بکنه یعنی یه بار اینو دادم اومده این تو محاسبات رو انجام داده این بیسیک اینا رو شناخته اینا رو شناخته اومده انجام داده حالا وقتی که برمیگرده اینو آپدیت کن این آپدیت میشه بر اساس اون اینا آپدیت میشه و دوباره میاد پایین چرخه میزنه و وقتی که چرخه زد دوباره میاد اینا رو آپدیت میکنه پس بعد چیکار کنم بیام بگم اگر if این نان بیسیک این بیسیک من متغیر پایه‌ای من مساوی بود با متغیر خروجی من یعنی بندازش دور به جاش چی بذار متغیر ورودی رو بذار در غیر این صورت همون خودش باید بمونه اینو اینتر میکنم خب اینو اینتر که کردیم اینجا الان صفر شده مشکلی نداره میخوام بقیه موارد هم بر اساس همین آپدیت بشه این آ دو که برابر شده با آسه اینجا آ 13 باید بیاد پایین دونه دونه به هر یکی از اینا اما اینا باید ثابت بمونه J متنعی ورودی خروجی و F4 میزن J31 و J25 هم ثابت این هم باید بیاد پایین A13 یعنی ناکنی سیرکولیشن ارور داره میگیره دقیقا باسه من کاری توش نداریم بذار بگیرم بیا پایین اینا خب خب وقتی که اینو اومدیم حالا میتونیم بریم توی فایل options میتونه از قبلم روشن باشه کاری نداریم الان میخوام بهتون نشون بدم این اینیبل iterative calculation رو تیکشو رو بزنیم که اون مثلثه رو بتونه کلکیولیت کنه تا چند تا تکرار ماکسیمم بره الان من با تا... چینجش کاری ندارم با تعداد تکراراش کار دارم میتونم بگم تا 10 تا مثلا برو بیشترم نیازی نداره خب اگر اوکی کنم این رو برمی داره عدد 7 رو به عنوان ابجکتیو فانکشن و x2 x و x6 رو به عنوان متغیرهای نهایی به من برمیاره یادتونه که تو جلسه قبل نه که اکسل تیبلی بود تو جلسه قبلیش من این رو با تیبل حل کرده بودم و به همین عدد رسیده بودیم که میتونیم بریم تو دو جلسه قبل این رو مشاهده کنیم خب این از ایتریشن پس توی اکسل اگر من خواستم فرمول نویسی کنم باید از options فرمول ها enable alternative رو تیکش رو بزنم و بگم تا چند تا کلکولیت بکن چند تکرار برو جلو خب دوستان یه توجهی که داشتین الان یه مقدار فرمول نویسی توی اکسل باسه یه دونه چیز یه مقدار شاید سخت بودش مخصوصا اینکه این باسه یک دونه مثال کوچیک بودش البته مثال بزرگ بشه اینا فقط بزرگتر میشن و فرمول نویسی بیشتر میشه راه ساده تری هم تو اکسل وجود داره یکی اینکه فرمول نویسی تمرین خوبیه که اکسل رو یاد بگیرین و میتونین این دوتا رو با هم مقایسه کنین ابتکارهای زیادی میشه به خرج داد من اینجا چه کاری کردم و در واقع فرمول ها رو نوشتم اینجا چطور فرمول ها رو نوشتم این دوتا متفاوتم من هر دوشو میذارم که باشه دو اینکه از این میذارم این خب دو اینکه توی اکسل یک در واقع ادینزی وجود داره یک نرم افزار وجود داره به نام سالور که به صورت معمولی وجود... شما نمیتونید و برین تیکش باز بزنید خب این سالور میاد مدل های ریاضی رو مدل های ریاضی واسه حل میکنه که مدل که روش سیمپلکس هم توش هست یعنی مدل های خطی رو هم حل میکنه واسه مدل غیر خطی هم حل میکنه مدل خطی هم حل میکنه که ما تو جلسه بعد میبینیم چقدر از روش سالور به راحتی میتونیم یک مسئله بزرگ رو حل بکنیم و دیگه نیازی نباشه اینقدر فرمول بنویسیم واسش خب پس تا جلسه بعد خدا نگهدار